اگر در ترکیه زندگی می کنید و به دنبال کار می گردید و یا اگر در خارج از ترکیه زندگی می کنید و دوست دارید در مورد شرایط کاری ترکیه معلومات به دست بیاورید، این ویدیو را تا آخر ببینید. به نام خدا. سلام به همه شما خوبان. زکی هستم با یکی دیگر از ویدیوهای معلوماتی در مورد طریقه پیدا کردن کار در ترکیه. امروز می خواهم چند سایت معتبر کاریابی را به شما معرفی کنم که از طریق آنها به راحتی می توانید در ترکیه شغل مورد نظرتان را پیدا کنید. اولین وبسایتی که برای شما معرفی می کنم وبسایت career.net می باشد. career.net که لینک آن را در توضیحات همین ویدیو قرار دادم. شما می توانید از آنجا لینک را گرفته یا مستقیم به داخل براوزر career.net تایپ نمایید. بعد از اینکه وارد این صفحه شدید، صفحه اصلی وبسایت career.net، شما ابتدا شهری که در آن زندگی میکنید یا شهری که در آن دنبال کار میگردید انتخاب میکنید. به عنوان مثال ما آنکارا را انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب شهر روی گزینه ایش بول یا پیدا کردن کار یا جستجو کردن کار کلیک میکنید. بعد از کلیک کردن روی گزینه ایش بول لیست کارهایی که در شهر آنکارا به اعلان گذاشته شده برای ما باز میشه. هر کدام از اینها را که خواسته باشیم روی آن کلیک میکنیم. مثلا روی این یکی کلیک میکنیم. صفحه که باز میشه مشخصاتی که از کارمند لازم دارن اینجا نوشته که چی مشخصات باید داشته باشه. حداقل از مکتب فارغ باشه یا حداقل از پوهنتون یا دانشگاه فارغ باشه یا کدام رشته را خوانده باشه یا کار مثلا تمام وقته، نیمه وقته یا تجربه داشته باشه، تجربه نداشته باشه. تمام اینا توضیح داده شده که شما اینا رو بررسی میکنیم. اینا به زبان ترکی، اگر ترکی بلد باشین خوب، اگر ترکی بلد نباشین این متن رو کپی میکنید و به داخل گوگل ترانسلیت ترجمه از اون به فارسی پیدا میکنید. بعد میبینین که آیا واجد شرایط هستید یا خیر. اگر واجد شرایط بودید به این کار اپلای میکنید. خب حالا چی قسم اپلای میکنیم یا چی قسم درخواست میدیم؟ برای اینکه به کار درخواست بدیم دو راه وجود داره. راه اول اینه که شما عضو career.net بشید، یعنی با ساین اپ شدن داخل این سایت و عضو شدن شما میتوانید که روی گزینه باشور کلیک کنید و مراحل رو پیش ببرید و در نهایت درخواست میفرستید برای شرکتی که این کار رو به اعلان گذاشته. اگر نمیخواید که عضو این سایت بشید، راه دیگری که وجود داره اینه که شما اسم این شرکتی که این کار را به اعلان گذاشته، مثلا نام این شرکت گنجا یلدز، نام این گنجا یلدز را در گوگل جستجو میکنید و این شرکت را پیدا میکنید. بعد از اینکه این شرکت را پیدا کردید به بخش ارتباطات از او مراجعه میکنید، از اونجا ایمیل و یا شماره تماس از اونا رو پیدا میکنید، تماس برقرار میکنید. اگر قبول کنن خب وقت راندوو یا وقت مصاحبه تعیین میکنن و شما میتونین به مصاحبه اشتراک کنین. اگر لازم داشته باشن خب شما رو به کار استخدام میکنن. اگر لازم نداشته باشن یا واجد شرایط نباشین خب جواب رد میدن و شما میتونید از راه دیگر دنبال کار بگیرید. وبسایت بعدی که به شما معرفی میکنم وبسایت المان آنلاین. این وبسایت هم مانند وبسایت قبلی از این قسمت شما شهر را انتخاب میکنید، مثلا استانبول اروپا یا استانبول بخش اروپایی. بعد پوزیسیون یا پوزیشن یا شغلی که شما میخواین اینجا تایپ میکنید، مثلا مهندس تایپ میکنید، مهندس کلیک میکنید. تمام شغلایی که در استانبول اروپایی، شغلای مهندسی که در استانبول اروپایی وجود داشته باشه لیست آنها را میاره و شما با کلیک کردن روی هر کدام آنها میتوانید توضیحات راجع به آن کار را مشاهده کنید. مثلا پروژه یونیت جی گفته به کار اینجا مشخصات نوشته شده که چی مشخصات باید داشته باشه، الی آخر شما اینو مطالعه میکنید، تایم کری، تجربه و غیره. باز هم مثل سایت قبلی یا شما عضو سایت المان آنلاین میشین
و از اونجا اپلای میکنیم، یا هم این که شما میتوانید با کلیک کردن اینجا وارد سایت این شرکت بشین. بعد از این قسمت ایلتیشم شماره تماس اینا پیدا میکنیم یا آدرس اینا، یا هم از اینجا ایمیل برای نام فرستیم. اینجا شماره تماسشان هم موجوده و همچنین اگر خواسته باشین میتونین اسم و تخلص، میتونین اسم و تخلص و ایمیل آدرس خود بنویسیم، برای از اونا ایمیل بنویسیم، ایمیل روان کنیم، و یا هم این که میتوانید از اینجا به شماره تماسشان تماس بگیرید. خب وبسایت بعدی که برای شما معرفی میکنم وبسایت ینی بیریس یا ینی بیریش، که لینک این هم در توضیحات این ویدیو قرار داره. این هم مثل وبسایت قبلی شما میتوانید از اینجا ابتدا شهری که در آن زندگی میکنید یا شهری که در آن دنبال کار میگردید انتخاب کنید. مثلا ازمیر انتخاب میکنیم، الکتریک تکنیسیان کلیک میکنید، مثلا یک دانه شغل پیدا کرده که هم دیروز به اعلان گذاشته شده، شما کلیک میکنید، بعد میبینید مشخصاتی که داره، آیا شما واجد شرایط هستید یا خیر. این هم مثل سایت قبلی شما باید عضو این سایت بشید، یعنی به این قسمت رایگان شما عضو این وبسایت میشید. و یا هم این که شما از این قسمت اسم شرکت را گرفته در گوگل تایپ میکنید و وارد وبسایت شرکت میشید و از اونجا ارتباط برقرار میکنید. خب سایت بعدی که برای شما معرفی میکنم سایت ایسکور یا ایشکور، سایت کاریابی دولتی ترکیه که داخل از این زیاد شغلای زیاده قرار نداره و زیاد تمایل به گرفتن کارمند اینا هم داخل این سایت وجود نداره، چون یک سایت دولتیه. شما مثل سایت های قبلی از اینجا میتونین که در این قسمت شغل مورد نظر خود تایپ کنیم و در این قسمت هم شهر مورد نظر انتخاب کنیم و روی گزینه ارا کلیک کنیم، شغل مورد نظر پیدا میشه و بعد میتوانید ارتباط برقرار کنید. سایت بعدی که از جمله سایت های معتبر المان.net یا المان.net، در این سایت هم شما میتوانید شغل که دنبال آن میگردید اینجا بنویسید. مثلا اگر انگلیسی بلدید و میخواهید به صفت ترجمان یا به صفت استاد انگلیسی در کدام شرکت جای شامل به کار شوید، اینجا تایپ میکنید انگلیس جه بیلن، انگلیس جه بیلن، یعنی کسی که انگلیسی بلده. بعد از این قسمت شهر انتخاب میکنید، مثلا استانبول، استانبول اروپایی، کلیک میکنین روی گزینه ارا جستجو میکنه. خب کدام کار پیدا نشد در استانبول اروپایی برای کسی که انگلیسی بلد باشه، در حال حاضر کدام اعلانی وجود نداره. مثلا اینجا تایپ میکنیم مهندس، میاره انشاد مهندس، ما انجینر ساختمان انتخاب میکنیم. بعد از این قسمت شهر مورد نظر انتخاب میکنیم، مثلا استانبول اروپا، کلیک میکنیم میاره. یعنی شغلایی که وجود داره در استانبول اروپایی مربوط به مهندسی لیست میکنه، شما هر کدام که خواسته باشین میتونین باز کنین یا ببینین که آیا واجد شرایط هستین یا خیر. خوبه ای که این سایت داره اینه که شماره تماس ها مستقیم اینجا ذکر شده، یعنی شماره تماس ها، شرکت و همچنین اسم اون مسئولی اینجا یادداشت شده. شما میتونین که مستقیم به تلفن یا به موبایلشان تماس بگیرید و درخواست کار بدین و بگین که ما در مورد اعلان شما معلومات پیدا کردیم، آیا شما لازم دارین یا خیر. وبسایت بعدی که برای شما معرفی میکنم از جمله وبسایت های خیلی مشهور و معتبر ترکیه به اسم صاحبندن، که اکثریت دوستا که در ترکیه زندگی میکنن با این وبسایت های آشنایی دارن. زیادتر این وبسایت برای خرید خانه، کرایه اجاره کردن و یا کرایه کردن خانه استفاده میشه و همچنین اجاره کردن ماشین یا موتور. و این سایت یک قسمت داره به اسم جابز، شما در قسمت جابز یا بری جابز کلیک میکنید،
شما از این قسمت میبینید اعلاناتی که در سایت وجود داره، قسمتی از اونها به اینجا نمایش داده شده که در بخش اکانتینگ یا فینانس 212 نفر در هر بخش جدا جدا در پله یا نوشته. یا شما روی اینها کلیک میکنید و یا هم این که مستقیم مثل سایت های قبلی سرچ میکنید. یک نفر روسی بلده دنبال کار میگرده، مینویسه روس چا بیلا، کلیک میکنه، کارهایی که برای کسانی که روسی بلد باشن دو کار پیدا کرد، کلیک میکنیم روی ازی. اینجا مشخصات بیاورده، گفته که چی مشخصات باید داشته باشه. به این قسمت مشخصات ذکر کرده، آدرس ذکر کرده که به استانبول منطقه شیشلی، عنوان کار گفته، میدیا پلانینگ، فول تایم گفته باشه، حداقل از مکتب فارغ شده باشه، تجربه لازم نداره و دیگه توضیحاتی که لازم باشه اینجا ذکر کرده. و همچنین در این قسمت تاریخ نشر اعلان گفته، یعنی به 30 می 2020 این شغل به اعلان گذاشته شده. و اینجا هم شماره شرکت یا شخصی که این اعلان گذاشته ثبت شده. شما میتونین به این شماره تماس بگیرین و پرسان کنین در مورد کار کدام معلوماتی اگر میخواین و یا اگر میخواین اپلای کنین به این کار، میشه که به این شماره تماس بگیرین. لازم نیه که شما حتما به سایت سایبندین عضو بشین یا ساینین بشین، میتونین راحت تماس بگیرین و معلومات بگیرین. و یک نکته که سایت سایبندین سایت معتبره و اپلیکیشن این سایت هم وجود داره که شما میتونین بروی تلفن‌ها خود نصب کنین و خیلی به درد شما میخوره این سایت. خب دوستان عزیز، امیدوارم این معلومات به شما کمک کنه که شغل مورد نظرتان را پیدا کنید. اگر این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال ما نشدید روی سابسکرایب کلیک نموده عضو کانال ما شوید و اگر علامت زنگ را هم فعال نگه دارید از ویدیوهای بعدی ما باخبر میشید. شب و روزتان خوش، خدا نگهدار.